سلام دوستان، این بار در خطر اسپویل رفتیم سراغ سریال دراکولا. قسمت هفتم سریال دراکولا به دلیل شهادت امام علی علیه السلام با یک هفته تأخیر منتشر شد. در قسمت هفتم کماکان یکی یکی اموال ژاله و الناز از دستشان می رود که در این بین تلاش های بی دریغ وکیل خنگشون هم بی تأثیر نیست. در حالی که ژاله و الناز لحظه به لحظه آشفته تر می شوند، مینا به دلیل پیشنهاد ازدواج مهندس به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب است. در همین بین که مینا در فکر مهندس است، ناگهان تلفنش زنگ می خورد و از بیمارستان به او خبر می دهد که همسر بیچاره او، یعنی چمچاره که با کامروا در هلیکوپتر بود، زنده است. این خبر ژاله و الناز را به بیمارستان می کشاند تا از چمچاره اطلاعات به درد بخوری از کامروا پیدا کند. بخش عظیم قسمت هفتم دراکولا به تکرار همان اتفاقات چند قسمت قبل می پردازد. اما در آخر این قسمت برگ تازه‌ای در جریان داستان رو می شود که می تواند سمت و سوی ماجرا را جهت تازه‌ای ببخشد. دراکولا در نظر سنجی که به تازگی در چند صفحه و کانال سینمایی برگزار شده در میان 6 سریال رتبه 4 محسوب می شود که این رتبه برای یه همچین سریالی در ژانر کمدی که یک سازنده بزرگ همچون مدیری پشتشه خیلی ضعیفه و باید ببینیم آیا دراکولا در قسمت‌های آینده میتواند این جایگاه را بهبود ببخشه و بسیاری از مخاطبین قسمت اول خود را دوباره پس بگیره یا باعث ریزش بیشتر مخاطبین خواهد شد. باید این نکته توجه داشته باشه که همیشه موتور سریال‌های مهران مدیری کمی دیر روشن شد، اما این بار مهران مدیری زمان زیادی را دست داده. امیدوارم که هرچه زودتر این سریال جایگاه خودش را بتونه به دست بیاره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.